فصل پنجم وقتی ایسا جمعیت زیادی را دید به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است خوشا به حال ما تمزدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند زیرا ایشان سیر خواهند شد خوشا به حال رحم زیرا ایشان رحمت خواهند دید خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا میبینند زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا میرسانیدن. شما نمک جهان هستید. ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت. دیگر مصرفی ندارد. جز آنکه بیرون ریخته، پایمال مردم شود. شما نور جهان هستید. نمی توان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد. بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند. و پدر آسمانی شما را تمجید نمایم. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نه آمدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تحقق یابد. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پسترین فرد محسوب خواهد شد. حالان که هر کس شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادر تو شکایتی دارد هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. شنیده اید که گفته شده زنا نکن. اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آن را بیرون آور و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم افکنده شوی اگر دست راستت تو را گمراه می سازد، آن را ببر و دور انداز زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده هرگاه مردی با زن خود متارکه نماید باید طلاق نامه ای به او بدهد. اما من به شما میگویم هرگاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری میکشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نکن. نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز او است، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است و نه به سر خود زیرا قادر نیستیم موی از آن را سیاه یا سفید کنی سخن شما فقط بلی یا خیر باشد زیاد بر این از شیطان است شنیده اید که گفته شده چش به عوض چش و دندان به عوض دندان اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند، کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک میل راه مجبور نماید، دو میل با او برو. به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند روی نگردان. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید، و برای کسانی که به شما جفا رسانند، دعا کنید به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید مگر باجیران همین کار را نمی کنند اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده ای کرده اید مگر بیدینان همین کار را نمی کنند پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.